خانم ها درود بر شما به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتتون هستم و این خبرها ارتباطی با رسانی که من براش کار میکنم نداره شب جمعه است 24 ژانویه قرار نبوده که امشب در خدمتتون باشم چند موضوع هست که فکر میکنم به روز شنبه که روزهای معمول لایو بنده هست نرسه بهتره و لازمه که مردم بدونن در موردش قبل از اون اگر در یوتیوب ما رو میبینید لطفا سابسکرایب کنید چون یوتیوب های متعددی به اسم ما باز شده که همین فایل رو بر میدارن بخشهایی رو میذارن و مطالبی رو مینویسن که بعضا حزبی هست و ارتباطی به ما نداره در هر صورت پیش از پرداختن به چند خبر اجازه بدید چند موضوع مهم رو خدمتون ارز کنم یکیش این که امروز تحریم های بیشتری از جانب رئیس جمهوری آمریکا امضا شد یکی از این تحریم ها مشخصا تحریم فارس ایر قشم هست هواپیماهای این شرکت که در ظاهر پرواز های غیر نظامی دارن ولی تسلیحات نظامی و موشکی تجهیزات موشکی رو از ایران به سوریه منتقل کردند آواتوده یعنی تیم ما اولین رسانه بود که گزارش های اختصاصی رو از پشت پرده فارس ارقش منتشر کرد اینکه حامل تسلیحات به طور قاچاق بر فراز آسمان عراق از فرودگاه مهرآباد از رمپ نیروی هوایی به فرودگاه دمشق بوده و هست و خوشبختانه این اسناد مورد تایید قرار گرفت هنوز در وبسایت ما موجود هست کسانی که میخوان ببینن و امروز رئیس جمهوری آمریکا این شرکت رو تحریم کرد این نقطه عطفی بود تحریم های بیشتر روزافسون و خط بطلانی هست بر این ایده که آمریکا در حال مذاکره با ایران هست هیچ مذاکری در حال حاضر وجود نداره اگر هم مذاکره شروع بشه و وجود داشته باشه در آینده شک نکنید که رسانه ای میشه شخص ترامپ فردی نیست که به طور محرمانه کار بکنه در این زمینه و تیم ما هم شک نکنید که بلا فاصله هر خبری در ارتباط با مذاکره باشه بر پایه‌ی حقایقی که هست و طبق ریسورس ها یا منابعی که در واشنگتن داریم همه رو به اطلاع مردم میرسونیم ولی ونزوئلا نقطه بسیار عطفی هست برادر دو گلوی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری زیادی کردی که من به بخشی از این سرمایه گذاری محرمانه همین امشب اشاره می کنم. پیش از اون ولی اجازه بدید به چند نکته اساسی بپردازیم. دو ورژن یا دو نمونه از یک حکومت کاملا مشابه یکی به اسم حکومت سوسیالیستی و مبارزه با سرمایهداری یکی به اسم اسلام تحت لوای اسلام در ایران هر دو مثل هم فساد تا حد زیادی گسترش پیدا کرده ونزوئلا کشوری هست که روی نفت ذخایر نفتیش از ایران هم بیشتره ولی سیاست های حکومت سوسیالیستی و غیر انتخابی ونزوئلا که انتخابات فرمایشی دقیقا مثل ایران در اونجا هم برگزار می شد باعث شد که فساد تا حدی گسترش پیدا بکنه که دولت مردان ونزوئلایی دقیقا مثل مال جمهوری اسلامی همه میلیاردرهای اصلی کشور هستند شرکت های اصلی مال اونهاست از کارتل مواد مخدر گرفته تا قاچاقچی نفت مال اونها بوده و وضعیت به جایی رسید که در مخصوصا یک سال اخیر این روی کرده تو انباف فساد و سیاست نادرست در مقابل کشورهای جهانی به جایی رسید که ارزش پولشون به حدود 90 درصد اومد پایین هنوز مال ایران به این حد نرسیده فقر و فساد تا حدی بالا رفت که ابتدا مردم سعی کردند که فرار بکنن از کشور موج موج از مردم ونزوئلا سعی کردند از کشور خارج بشن. یعنی حالت سیلاسا خروج از کشور شروع شد. بعد دیدن که فایده نداره با خروج از کشور وضعیت بهتر نمیشه. اومدن چیکار کردن؟ به این نتیجه رسیدن به سیم آخر زدن که ما باید بیایم بیرون و خودمون سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. این موضوع خیلی مهمی هست که در ونزوئلا اونجا هم دقیقا اصلاحات به نتیجه نرسید رژیم های دیکتاتوری خیلی کم قابل اصلاح هستند این نکته اساسی دوستان گرامی در ایران همین حالا اصلاح طلبها میخوان سوء استفاده بکنن از موضوع ونزوئلا و دارن میگن که در ونزوئلا رئیس مجلسشون اومده رهبری معترضین رو به دست گرفته این خیلی مهمه رئیس مجلس ونزوئلا خوان گوایدو فردی هست که صدای مردم شده خودش فاسد نیست علیه سیستم به پا خواسته و فریاد آزادی مردم شده علی لاریجانی در جمهوری اسلامی بخشی از فساد بخشی از جنایت بخش عمده از دیکتاتوری در جمهوری اسلامی خودش و برادراش هستند و همه ساختار جمهوری اسلامی در واقع آخرین میخای تابوت اصلاحات یازده سال پیش در ایران زده شد و مرد اصلاحات کسانی که میخوان سوء استفاده بکنن از این مسئله برای زنده کردن یک مرده باید خوب این مسئله رو بهش توجه بکنن خیلی ها میپرسن میگن که خیلی خوب در ایران هم تظاهرات میلیونی برگزار شد چرا در ایران به نتیجه نرسید؟ برای اینکه در ایران اولا رهبران سبز به مردم خیانت کردند اونها برای حفظ جمهوری اسلامی از خواستهای مردم عقب نشینی کردند روزی که میلیونی در میدان آزادی مردم جمع شدند که ما طبق گفته و اسناد یکی از سرهنگهای اتاق بحران در تهران که در حال حاضر در خارج از کشوره و ما با باعث شدیم که خارج بشه از کشور دقیقا میگفت که برای آقای خامنی هواپیما آماده کردن که از کشور خارج بشه یا اینکه دست کم تهران نمونه که چون امن نیست همه راه های امنیتی تدابیر امنیتی به بنبست رسید آقای موسوی همونجا میتونست بگه که مردم شما اینجا بمونید تکون نمیخورید من میرم پیش آقای خامنی قبول کرد کرد نکرد به طرف صدا و سیما به طرف بیت رهبری ولی این کار را نکرد گفت که هدف ما جمهوری اسلامی نیست ما میخوایم به دوران طلایی امام برگردیم مردم برید به خونه هاتون از طریق قانونی عمل میکنیم از طریق قانونی دیدیم به کجا رسید هم خیانت به مردم هم به خودش که در حال حاضر در زندان هست یا حسر خالقی این دلیل عمدش بود که رهبران خیانت کردند پس بنابراین نمیشه مقایسه کرد موضوع بعدی که خیلی مهمه با اینکه ارتش جلوگیری کرده بود در ونزوئلا راههای اصلی رو برای پایتخت گرفته بود که از تظاهرات میلیونی جلوگیری بشه ولی مردم به این دلیل که به این نتیجه رسیدند که نه فرار از کشور نتیجه بخش هست نه اینکه میتونن بمونن و هر کدوم به طور پراکنده اعتراض بکنن سرکوب میشن به این نتیجه رسیدن که سرنوشت همه اونها به یکدیگه ارتباط داره همه در یک کشتی هستن که غرق میشه همه با هم خواهند رفت میلیونی اومدن بیرون وقتی که میلیونی اومدن بیرون تصاویر رو ببینید آیا میشه سرکوب کرد چنین مردمی رو یگان ویژه در ونزوئلا پاسخ داد دوربین پلیس پاسخ داد برای شناسایی میتونن میلیونی مردم رو سرکوب بکنن غیر ممکن هست پیشتر ما این مسئله رو در چارچوب الگوی مصر مطرح کردیم بعد یه تعدادی اومدن از اپوزیسیون میدان میلیونی هیچ فرقی نداره همین رو عملا دیدیم در ونزوئلا انجام شد خیلی راحت مردم یکی از دیکتاتوری های خیلی مهم آمریکای لاتین رو در یک روز چنان متزلزل کردن که در حال حاضر بخشی از کشور تحت فرمانش نیست هنوز داره نفس میکشه ولی به زودی بر کنار خواهد شد اگر حرکت میلیونی باشه شک نکنید که هیچ نیروی جلودار نیست دیگه همون بسیجی و سپاهی و نیروی ناجا که هر کدوم به نحوی حالا هر چقدر دوره دیده باشند آمادگی داشته باشند نقشه داشته باشند نمیتونن با میلیون نفر با میلیون ها نفر نمیتونن مقابله بکنن هیچ کسی نمیتونه هیچ نیرویی در جهان نمیتونه مقابله بکنه به همین دلیل این خیلی مهم هست که ما به چه طرفی داریم گام برمیداریم نکته بسیار جالب توجه دیگه در ونزوئلا این بود دستگیری تصاویری از که ما هم پخش کردیم بقیه هم پخش کردن کردن تصاویری از دستگیری نظامیانی که به طرف مردم شلی کرده بودند این الگویی هست برای ایران درس عبرتی هست برای سپاه بسیج ناجا همه که چنین روزی خواهد آمد و شمایی که سلاح در دست داری خیلی به خودت اعتماد داری یک راه بیشتر پیش پای شما نیست که باید سر بزنگاه در زمان لازم به مردم ملحق بشید لزومی نداره قبلا اعلام بکنید ولی در زمان لازم باید اسلحه رو بچرخونید هم برای خودتون خونوادتون آیندهتون بسیار مهم هست هم برای مردم و کشور و اینکه با هزینه بسیار کمتر آزادی به دست بیاد با هزینه بسیار کمتر تغییر در کشور ایجاد بشه دوستان عزیز این رو در نظر بگیریم که شرایط کشور ما بسیار حساس هست دقیقا برادر دوقلوی جمهوری اسلامی که داره میره و سقوط میکنه تمام امید جمهوری اسلامی در چنین شرایطی در سطح جهانی هم داره یک اجماع بزرگ علیه جمهوری اسلامی میشه جمهوری اسلامی تهدید کرده تهدید به عملیات تروریستی که اتفاقا بسیار عالی بود این و کشورهای مردد و اونهایی که هنوز تصمیم نگرفت، نگرفتند رو داره به این باور میرسونه که جمهوری اسلامی خطرناک هست برای همه نه فقط برای مردم خودش و حمایت از مردم ایران صورت میگیره به همین دلیل دهی فجر یا دهی زجر به گفته خیلی از دوستان که در راه این روزها روزهای اعتصابات و اعتراضات مدنی باید باشه خیلی مهم هست که صدای اعتراض مردم به ورشو برسه رهبران جهان ببینن که این مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان ما هم وعده دادیم در مورد مسئله یه رفراندوم دنیای مجازی یا فضای مجازی به این رو میزنیم روز شنبه سعی میکنیم منتشر بکنیم این مال آواتوده یا مال بنده مخلص شما نیست مال همه است یک موضوع ملی و میهنیه که جمهوری اسلامی در وهله نخست ببینه که مردم این رژیم رو نمیخوان که میدونن ولی عینا ببینن دوم در سطح جهان همه ببینن که این مردم میخوان که از طریق مسالمت آمیز انتقال قدرت صورت بگیره بدون خونریزی سی سد و خورده این نفر باعث این وضعیت هستند. اونها مجرم اصلی و مجرم اصلی این کشور هستند بقیه به نوعی به بازی گرفته شدن چه اونهایی که دارن سرکوب میکنن در خیابون ها چه اونهایی که در زندانها ها دارن شکنجه میکنن همه قربانیانی هستند که روزی شک نکنید پشیمون خواهند شد روزی قبطه میخورن به اینکه چرا دیر فهمینن و دیر از رژیم جدا شدند حالا برسیم به مسئله ونزوئلا که فقط برادر دو قلوی جمهوری اسلامی در زمینه سیاسی نیست و در زمینه مسائل مالی هم جمهوری اسلامی بسیار وابسته به ونزوئلا و تغییر در ونزوئلا به منزله به نوعی که این خیلی مهم هست تغییر در ونزوئلا به منزله شکست بسیار بزرگ جمهوری اسلامی هم هست بعضی در این مسئله ها این رو هم اضافه بکنم به, به حمایت خارجی اشاره کردند صد درصد مهمه اصل مردمان حمایت خارجی ولی مهمه حمایت خارجی از مردم ونزوئلا وجود داره حمایت خارجی از مردم ایران هم وجود داره هر اختلاف سیاسی امریکا با ونزوئلا داشته باشه یا با ایران مهم اینه که در راستای منافع مردم ونزوئلا بوده در حال حاضر در این مسیر هست و اینکه ترامپ این رو باید بدونیم اینکه ترامپ عملا گفت اگر به روی مردم در ونزوئلا تیراندازی بشه همه گزینه ها روی میز یعنی گزینه نظامی هم ممکن استفاده بشه دوستان ونزوئلا و جمهوری اسلامی همه اعتراض کردن از جمله روسیه چین و غیره این مهمه حتی اگر این اتفاق نیفته روحیه داده به مردم و این تغییر خود مردم انجام میدن مسئله که در سال 88 اتفاق نیفتاد و رئیس جمهور قبلی عملا گفت که این یک موضوع داخلیه این بار این اتفاق در ایران نخواهد افتاد حمایت خارجی هم به اندازه کافی وجود داره با اینکه هنوز افرادی هستند که منافع خودشون رو در ماندن جمهوری اسلامی میبینن و میخوان که همین الگوی ونزوئلا در ایران ایجاد بشه این افراد در کشورهای غربی هم هستند در سطح دولت آقای ترامپ نیستند ولی در خارج از دولت افرادی هستند همین مسئله قاسم سلیمانی رو به عنوان یکی از متفکرین جهان مطرح کردن دقیقا همینه دوستان خیلی از مسائل خبری که مطرح میشه پشتش یک موضوع سیاسی جدی و مخفی وجود داره که بعدها اتفاق میفته همیشه در سیاست 15 تا 20 درصدش علنی میشه خبری میشه رسانه‌ای میشه بقیه پشت پرده است قاسم سلیمانی همانند بقیه افراد جمهوری اسلامی در همه جنایت بوده و حتی بیشتر قاسم سلیمانی در کشتن افراد امریکایی گرفته تا سنی عراق در یمن در سوریه کشتن هزاران نفر دست داشته یک مجرم و متهم جنگی هست ولی چرا مطرح میکنن به عنوان فردی که یکی از مقص جهان جهان نظامی هست برای اینکه میخوان روش سرمایه گذاری بکنن که قاسم سلیمانی بیاد عامل تغییر بشه افعی کبوتر نیمی زاید به هیچ عنوان هیچ یک از افراد درون جمهوری اسلامی ناجی مردم ایران نخواهند شد این خیلی واضحه همم هم دارن میبینن وجود ولی فقیه و فردی که خودش رو برید نگاه کنید نه تنها دست ولی فقیه رو میبوسه اکساش هست دست مشتبه خامنه ای رو هم میبوسه آقای آسم سلیمانی یعنی این افراد رو برجسته کردن کاملا هدفمند هست ولی پیام ما از هر طریق ممکن به عنوان یک صدای مردمی به همه این رسانه های مرتبط با برخی کانال های اطلاعاتی این هست که شما اشتباه می از درون جمهوری اسلامی هیچ اتفاق میمون و مبارکی نخواهد افتاد این رژیم در تمامیت خودش مردود هست حالا برسیم به مسئله اساسی این که جمهوری اسلامی چه چیزایی رو از دست میده این خیلی مهم هست این اطلاعات هیچ جایی منتشر نشده دوستان گرامی ازتون خواهش میکنم اگر در یوتیوب هستید همونطور که گفتم سابسکرایب کنید که خودتون از یوتیوب ما ببینید از طریق اینستاگرام لطفا شیر کنید یا از طریق فیسبوک شرکتی در ایران وجود داره به نام کیسون K A Y S O N کیسون یک شرکت قول یک کمپانی قول پیکر هست که فعالیت های در زمینه های مختلف داره مثلا اگر شما در زمینه ساختمانی ساخت و ساز اجرای پروژه راهان در نفت و گاز در آبرسانی در سدسازی تغییر بکنید کیسون میاد بالا به عنوان شرکت فعال در همه این زمینه ها در تأمین قطعات و لوازم مثلا در در پروژه سازی، تقدیم پروژه و پروپوزال، در زمینه حتی تعمیر و نگهداری مسائل مختلف شرکت های مختلف یعنی از موضوع ساخت و ساز گرفته تا کجا، یعنی در های مختلف تجاری بسیار بسیار فعال و بزرگ است. در این شرکت مثلا به مسائلی هم که ارتباطی به ساخت و ساز نداره، به اونها هم ارتباط داره. یعنی اجرای مثلا تأمین خدمات مالی یا سرمایه گذاری که یک موضوع کاملا جداگانه هست شرکت کیسون مال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست به طور کامل و تحت نظر مستقیم بیت رهبری جمهوری اسلامی اداره میشه حالا من میرسم که این شرکت کجاست چه مقدار پول رو چه جوری کجا صرف کرده پس تا حالا شرکت کیسون کمپانی بزرگی که در زمینه های مختلف در داخل و خارج از کشور دست داره این شرکت باید ببینید که فعالیت خارجیش چیه جاهایی که جمهوری اسلامی میخواد نفوذ داشته باشه و در اونجا شبکه بسازه شبکه خودش رو داشته باشه این شرکت وجود داره مثلا در عراق در عراق دو نمونه رو بگم در فرودگاه بین‌المللی بغداد یه ساختمان مرکز آموزش هوایی هست کیسون ساخته دوباره در همون فرودگاه بین المللی بغداد ساختمون اصلی کارگو ویلیج رو کیسون ساخته در همین عراق 1920 واحد مسکونی ساخته همین شرکت در کجا به غیر از عراق در ونزوئلا یک پروژه بزرگ داره که این خیلی مهمه دو فاز داره اولا فاز یکیش فاز فعالیت ساختمانی است که یکی ده هزار واحد مسکونی رو ساخته یکی ده هزار و هشت واحد مسکونی دو تا فاز ده هزار ده هزار و بیست هشت واحد مسکونی رو ساخته تموم شده حالا میگم چرا چی شده این چی هست سپا که این شرکت بزرگ تریل و عریض رو که به نام کیسون داره به طور کامل در ونزوئلا این رو پیریزی کرده بنا نهاده اونجا به عنوان یکی از مراکز اصلی در جهان و در امریکای لاتین بعد از اینکه این, که این اتفاق و اتفاقات افتاده این در چند روز گذشته تمامی اطلاعات کیسون رو در مورد ونزوئلا همه رو حذف کردن دوستان پر اینکه منتشر نشه ولی از قبل اینها خب برداشته شده این رو از پیج های خودشون در ونزوئلا حذف کردن حالا برسیم به مورد بعدی که چی هست این شرکت چی کار داره میکنه کسانی که در تجارت هستن دونن که خیلی از شرکت های تجاری مسئله ای دارن به اسم Social ریسپانسیبیلیتی Social Responsibility یا همون مسئولیت اجتماعی خیلی از کمپانی های بزرگ دارن مثلا میرن مدرسه سازی میکنن درمونگاه میسازن به فقرای یک منطقه ای کمک میکنن این به نوعی این مسئولیت اجتماعی رو که خیلی جاها تکس نمیدن به جاش انجام میدن کمپانی های بزرگ جهان این رو دارند حالا خیلی جالبه که مردم ایران این نکته رو نمیدونن مسئولیت اجتماعی یا همون سوشیال ریسپانسیبیلیتی کیسون به طور کامل به ونزوئلا منتقل شده یعنی چین چی یعنی اینکه این شرکت در ونزوئلا هزاران هزار واحد مسکونی رو ساخته از طریق دولت ونزوئلا بدون هیچ گونه چشم داشتی این رو توضیح کرده در بین افراد وابسته به حکومت مادورو این خیلی مهمه حالا جالبه بدونید که در این بین این شرکت وقتی دنبال کنید داستان رو چون ما از قبل مدارک که این رو داشتیم سر و کلی اختلاس 140 هزار میلیارد تومنی آقای علی انصاری با همکاری مشتبا خامنه هم پیدا میشه یعنی هر جا قرار پولی گم بشه در ایران به طور دولتی گم بشه و خارج بشه شما باید صورت حساب غیر واقعی صادر بکنید دیگه از طریق کی از طریق این شرکت که خود نظام در اون نقش داشته باشه و داره میبینید که داستان سرکلی کیسون پیدا شده حالا باید پرسید کیسون در پروژه 140 هزار میلیارد تومن اختلاس کجا بود اگر مدارک ایران مال رو نگاه کنید اون بخشی که حتی منتشر شده کیسون در پروژه ایران مال آقای انصاری در یک مقطعی وارد شد تا پول های زیادی رو منتقل بکنه بخشی از این پول ها از طریق کیسوم که ما دفعه قبل گفتیم کدوم بانک ها در کشورهای آمریکای لاتین و وعده این رو هم دادیم که اگر قوه قضایی بخواد شماره حساب با موجودی رو در همین بانک نه فقط در آمریکای لاتین در هر جای جهان به اونها میدیم در مورد این پول هایی که منتقل شده این پول ها رو از طریق شرکت کیسون سپاه پاسداران که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی یا بیت رهبری هست به روایتی از طریق شرکت کیسون خارج کردن یعنی همچین شرکتی به لحاظ تئوریک نمیتونه وجود داشته باشه که یه سرش مثلا در خونه سازی یه سرش در نفت یه سرش در سرمایه گذاری در کارهای مالی در پروژه سازی در همه چی دست داشته باشه حالا چه اتفاقی میافته با سقوط مادورو نظام دیکتاتوری که تحت عنوان سوسیالیسم اونجا بود و دموکراتیک شدن کشور ونزوئلا تمامی این سرمایه گذاری که بالغ بر 15 میلیارد دلار از طرف جمهوری اسلامی ما مشخصا سپاه پاسداران هست به طور کلی دوستان از بین میره برای اینکه هیچ کدوم از این پول ها در یک چارچوب قانونی حتی ونزوئلا هم منتقل نشده و در حال حاضر جمهوری اسلامی با بزرگترین چالش مواجه شده در شرایطی که خودش امید داشت که بتونه در این شرایط بخشی از پولهایی رو که در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده بتونه برگردونه یعنی در واقع سقوط سقوط دوگلوی برادر دوگلوی جمهوری اسلامی در ونزوئلا بیشترین فشار رو یا بیشترین تأثیر خارجی رو بر جمهوری اسلامی میگذاره این بماند از مسئله الگو سازی که مردم ایران دارن با چشم خودشون شرایط مساوی در اون کشور و در ایران رو میبینن البته ونزوئلا وضعیتش بدتر شده بود از ایران خرید یک مرغ برای خیلی از خانواده ها به رؤیا تبدیل شده بود یعنی با شما میتونید نگاه کنید با چه حجم پول میرفتن مثلا یکی رو گوشت میگرفتند تا این هم فلاکت در اون کشور نفت قیز جز بزرگترین زخایر یعنی بزرگترین زخایر نفتی جهان در ونزوئلا است بیشترین فقر جهان هم نسبت به ثروتی که داری در ونزوئلا است این نمونه ها در کل جهان دارن از بین میرن جمهوری اسلامی آخرین نسل از این گروه هست که شک نکنید محکوم هست دوستان گرامی محکوم هست به رفتن میخوام خیلی کوتاه کنم شب جمعه است مزاحمتون نمیشم این رو دوباره بگم که ما لوگوی رفراندوم رو به زودی پخش میکنیم متعلق به همه است همه گروه های مخالف و برانداز امیدوارم از این استفاده بکنن یا خودشون هر ایده دارن اضافه بکنن بهش این باید به گوش همایش ورشو برسه رفراندوم مردم ایران باید به گوش رهبران کشورهای جهان برسه که جمهوری اسلامی کشوری نیست که شما روش سرمایه گذاری کنید برای اینکه این, این رژیم خواهد رفت و سرمایه گذاری اصلی باید روی اعتراضات مردم روی مخالفان جمهوری اسلامی باشه مخالفان حقیقی افرادی که معتقد به براندازی هستند بدون هاشیه مستقیم به سمت سقوط دارن میرن و معتقد هستند به یک سیستم بر پای یک قانون اساسی نشأت گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و یک سیستم دموکراتیک بر پایه دموکراسی انتخابات آزاد و حکومتی که از این فرایند انتخاب بشه امید در حال حاضر بیشتر از هر زمانی هست به آزادی خوشبختانه خود جمهوری اسلامی به جای رسیده کارش که هر روز اشتباهاتش بیشتر میشه این یک تکرار همیشگی تاریخ است که دیکتاتورها همیشه در مرحله آخر اشتباهاتشون بیشتر میشه علی اکبر سالی علنا اومد گفت ما به جهان دروغ گفتیم وقتی که در برجام به ما گفته بودن که سیمان بریزن توی لوله های ریاکتور های ما اومدیم لوله های جعلی گذاشتیم لوله های اصلی رو هنوز داریم و خوشبختانه از تلویزیون خودشون پخش شد و جهان دید که اینها دروغ گفتن به همه تعهدهاشون دروغ هست و جهان میبینه وقتی که یک رژیم با مردم خودش داره چنین رفتاری میکنه سرکوب شدید برای بقای خودش بزرگترین جنایت ها رو انجام میده میدونه که این رژیم خیلی راحت میتونه دروغ بگه بمب هسته بسازه و امنیت جهانی رو تهدید بکنه این نتیجه ای هست که جهان داره به اون میرسه و خوشبختانه خودشون دارن اشتباهاتشون اینقدر زیاد میشه که هر روز بیشتر از پیش در بانک مرکزی به ما خبر رسیدی که فشار زیادی به آقای همتی وارد شده دوستانی با من تماس گرفتن از اونجا تعریف کردن از مدیریت آقای همتی که آدم صالحی هست آدم صادقی هست و گفتن شما در مورد ایشون صحبت نکنید ایشون تحت فشار زیادی هست احتمال داره که استعفا بده ما تا این لحظه فقط سوال رو متوجه آقای همتی کردیم که قوانین شما این هست طبق این اسنادی که ما در وبسایتمون هست پخش کردیم یک بانک اومده داره تجارت هم میکنه آیا درسته در زمینه های در بازار هم دست داره یعنی بانک آینده که پولها رو خارج کرده شما همه رو دیدید ولی سکوت کردید در دوره شما نبوده ولی شما حالا میتونید مانع بشید ما خبر داریم که آقای همتی تحت فشار هست کسانی این رو به ما گفتن ما سابقه آقای همتی رو زیر سوال نبردیم فقط گفتیم ایشون باید ثابت بکنه که آیا با فساد هست مثل آقای سیف هست که توضیح دادیم چقدر رشوه گرفته از چه طریقی دخترش کجا فلان تکرار نمی کنم ایشون اینجوری نیست صداقتش برای همکاراش به گفته اونها ثابت شده است ولی این یک مورد رو هم باید به مردم نشون بده که آیا صادق هست در این زمینه یا نیست و اگر استعفا بده مردم ایران میدونن که ایشون در گفته هاش و در کردارش رفتارش صداقت داشته دوستان ایرانی همه باید بریم به سمت تظاهرات میلیونی هر کسی تا جایی که میتونه با فامیلش با دوستاش با هر کسی که میشناسه در این زمینه صحبت بکنه همه مشترک منافعیم، همه در یک کشتی قرار داریم که اگر غرق بشه همه با هم میریم دیدید که تظاهرات پراکنده در معلمان را دیدید که چقدر شعارهای هوشمندانه سر دادند کارگران بدین گونه رفتار جمهوری اسلامی همه داریم میبینیم چه اتفاقی میفته یک همت ونزوئلایی رازمه. باید به این سمت بریم برای اینکه بدون بها همه تسلیم بشن و تم بدن به تغییری که مردم ایران خواهانش هستند تغییر مسالمت آمیز قدرت بدون نیاز به حمله خارجی پاینده باشید شب جمعه خوبی داشته باشید